قزاقستان از وضع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که حکومت کنونی افغانستان نمیتواند امنیت در این کشور را تضمین کند. معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان در 40مین نشست سازمان همکاری های شانگهای میگوید که افغانستان کشور صادر کننده یک گروه های حراس افغانی است و داعش را بزرگترین تهدید روبروش برای کشورهای آسیای مرکزی عنوان کرده است. از سوی دیگر سینن به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ارزیابی تازه اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد که القاعده بعید است در افغانستان احیا شود، اما تهدید داعش هنوز هم پابرجاست. امارت اسلامی اما همواره تأکید کرده که هیچ گروه حراس افغان در افغانستان حضور ندارد و کشور توسط یک نظام عالی اداره می‌شود. همایرا یوسفی نگاه به جزئیات این گزارش انداخته است. از ادعای جهان تا اطمینان افغانستان، حضور گروه های حراس افغان با ویژه داعش و القاعده در افغانستان از نگرانی های عمده کشورهای جهان به شمار می رود. حالا این بار قزاقستان گفته که افغانستان کشور صادر کننده گروه های حراس افغانی است و امکان گسترش تهدیدات امنیتی از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. روسلان سسنبایف، معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان، روز گذشته در 40مین نشست سازمان همکاری های شانگهای گفته که ظرفیت رشد حراس افغانی در افغانستان محفوظ باقی مانده است. برخی از عوامل کلیدی منجر به ظهور تهدیدات حراس افغانی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شدند. یکی از آن عوامل حفظ پتانسیل حراس افغانی در افغانستان است. شمار جنگجویان داعش در افغانستان به 6000 تن می رسد. نشست های کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز جدیتر و متفاوتتر می شود. این نشست ها توان با نگرانی های کشورهایی که گویا از خاک افغانستان به کشورهای منطقه خطرات احتمالی وجود دارد، باید طالبان به این نگرانی ها از رای دیالوگ و گفتگو باید نقطه پایان بدهد. این در حال است که امارت اسلامی همواره تاکید دارد که برای حراس افغانان در افغانستان جا نیست، اما شمار از کشورها و سازمانها چالش ها در افغانستان را بزرگ نمایی می کنند و بیشتر با مسئله افغانستان برخورد تبلیغاتی دارند. امارت اسلامی افغانستان تانسته که الحمدلله امنیت کلی در افغانستان تامین بکنه و هیچ گروه از خود سر و بیگانه در ایجا حضور نداره. موضوع داعش هم در حالت حل شدن است. اما 1% و 0.5% آنها که ماندم در حالت نابودی قرار دارن و هیچ نوع تهدیدی به کدام کشور و افغانستان دیگه متوجه نیست و امارت اسلامی به تمام منطقه اطمینان میده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمی‌کنه. از سوی دیگر CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که هرچند اطلاعات جدید ایالات متحده نشان می‌دهد که القاعده بعید است در افغانستان احیا شود، اما مقام‌های آمریکایی هشدار می‌دهند که تهدید داعش همچنان پابرجاست. عدم اصلاحات و تغییرات در نظام افغانستان و همچنان عدم پذیرفتن شرایط جانبی بر رسم شناختن طالبان، این فضای گنگ و این حالت و خبرهای زد و نقیص بودن گروه های توریستی نبودن گروه های توریستی، این همه تشویش را برای کشورها همسایه و حتی تهدید بر امنیت داخلی کشورها را نشان میتن و یا این سر و صدا را بیدار میکنن که گویا در آینده کدام مشکل بر از جور نشد. امریکا در یک گزارش تازه اطلاعاتی میگوید که احیای القاعده در افغانستان و پاکستان بعید است و اقدامات ضد حراس افغانی از سوی امارت اسلامی باعث تضعیف حضور داعش در افغانستان شده است.